باید فقط هر طور شده دفاع کنی. همه ی افرادی که داریم باید در خط مقدم باشن. همه ی افرادمون. اطاعت میشه فرمانده. دشمن نزدیک نشده کسی شلیک نمیکنه. حلالم کن داداش. من حلالت کردم داداش. گوشتون با من باشه. همه آماده باشید. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا انترتیمنت. تموم میشه. اعدامه بدید. گلوله هم تموم شدن. چی کار کنم؟ فرمانده تیر خورده. باید برگردی؟ چاره ای نیست. اعلام عقب نشینی کن. عقب نشینی کنی؟ همه برگردیم.
دقت کن پسرم، تمام حرکاتشو کاملا زیر نظر بگیر. ما رو دید؟ نه ندیده، حواسش پیش گرگ و شغال هست. حالا نفستو حبس کن، حواستو جمع کن، اگه با تیر اولت نمیره حیوان اذیت میشه. خب بگو ببینم، آماده ای؟ آمادم. مسافتو حساب کن، نفستو حبس کن، ترس نداره، نباید بهش مهلت بدی. حسن اغلو سعید، من پدر بزرگشم. بگیر نامه ی نوته. خدا ازت راضی بشه. علی اغلو رمضان، من مادرشم. بفرم خاله. قربون بوش برم. جوان اغلو عثمان، من زنشم. بگیر خواهرم. ممنون داداش، خدا رو شکر من میدونستم عثمانم زنده است. اسماعیل بیا بخون پسرم. اونایی که شهید شدن موسا اغلو علی، ایسا اغلو مصطفى، متین اغلو جمال، شعبان اغلو عثمان. چطور ممکنه؟ نامش که تازه رسیده. الان نامشو خوندی، چند دقیقه نمیشه. خب خدایا، علی اغلو ایسا، حمید اغلو جلال و یحیی اغلو احمد. چطور ممکنه اون مرده بشه؟ به همه میگی شکارو تا زدی باشه؟ میخوای به مادرت دروغ بگم؟ آخه بعد عمو میگه تو هنوز خیلی کوچیکی، این کارا واسه تو زوده. اون خودشو ببینه، وقتی کوچیک بود اصلا نتونست شکار کنه. تو خیلی هم بزرگی. راست میگی. البته که راست میگم، اما تو عمو تو اذیت نکنی ها، نبینم سر به سرش بذاری، وگرنه از گوشات آویزونت میکنم. مختار، اینم دستور جدیده، بزنش اونجا. آبای محترم، باید متولد چه سالی باشی؟ متولدین سال 1308 تا 1312. چه گوشت پربرکتی داشته، فکر کنم سنش زیاد بوده. نه اتفاقا، اما حسابی چاق شده بود. پهلوونم، یه بار دیگه تعریف کن ببینم چطوری شکارش کردی. تفنگو اینطوری نگه داشتم، روی حیوان تنظیمش کردم. آه. اما یه هایی شلیک نکردم، اول نفسمو حبس کردم، اصلنم حال نکردم مگه نه؟ آره آره. بیا عروسم، بازم از این گوشت بخور. من چجوری این همه گوشت رو بخورم؟ میترکم. نه چیزیت نمیشه، تو الان جای دو نفر باید بخوری. مگه پسرت با یکم گوشت روش میکنه؟ بخور عزیزم، بخور. از کجا معلوم پسر باشه؟ شاید یه دختر مثل ماه باشه، مگه نه حسن؟
من میرم جبهه. داوطلب میخوان. اگه خدا بخواد فردا صبح راه میافتم. چنکاله. غذاتو بخور. داداش بگو شیر مردم. یادت قبلا منو به شکار بردی؟ اون زمان بابام سالم بود. میخواستم یهو به توم شلیک کنم اما دلم نیومد، نتونستم. عمدن هوا را زدم، بهت دروغ گفتم. حالا توی جنگ بگذاریم. شب بخیر. از دیدن صورت زنم که سیر نشدم، هنوزم حسرتشو به دل دارم. اگه بخوام برادرمو اینجوری تنها بذارم، خواب و خوراک بر من حرومه. تا من نمیرم برادرم نباید بمیره. اگه شهید بشم سرنوشتمه. به تو میرسم. خیلی خوب، اگه خدافظی کردین دیگه بریم. دستتو بده ببوسم. حقتو حلال کن. حلال باشه. بابا سرم. بابایی، تازه اومده بودی، بازم داری میری؟ تو نباید گریه کنی پسرم، باشه؟ تو یه تیکه از جون منی، شیرمرد منی. تا وقتی که ما برگردیم مرد این خونه تویی، فهمیدی عزیزم؟ اگه به خونمون دشمن حمله کرد، باید به خاطر ناموست با دشمن به جنگی و هیچ رحمی نکنی. سپر بلای اونا میشی. نمیذاری دشمن به وطن و ناموست دست بزنه به قیمت جونت. قول میدم. شیر پسرم. اسم مصطفی اوغلو حسن. رجب اوغلو محرم. بعدی احمد اوغلو حسن. خب نفر بعد. احمد اوغلو محسن. برای ثبت نام اومدم. تو اسمت ثبت نشده، چرا اومدی؟ داوطلبم. تو بالکانم جنگیدم، سرباز قدیمیم. حسن برادرمه، با هم اومدیم. نمیخوام توی جبهه از هم جدا باشیم. برو. حسن اوغلو سعید. برادر محترمم اکبر، هر روز هوا گرم تر میشه، شرایط در جبهه هر روز داره سخت تر میشه. دشمن دقیقاً در برابر اردوگاه ما چادر زده. ما فکر میکردیم فقط انگلیسی ها دشمن ما هستن، اما انسان های سیاه پوست هم از ملت های دیگه باهاشونن. روبرومون چادری انگلیسی نیست،
بلکه اردوگاه 1001 ملته که برای شکست ما دست به یکی کردن. یک اردوگاه بزرگ. اما مهمترین حقیقتی که نمیدونن اینه که ایمان و عشق به وطن در سینه سربازای ما به شکل مقدسی پنهان شده. تا زمانی که آخرین سربازمون به شهادت نرسه، یک مشت خاک این وطن براشون حرامه. علی‌رغم شرایط بدی که داریم و کمبودامون، نمیذاریم دشمن به خاک وطنمون دست پیدا کنه. میدونی که ایمان ما به پیروزی تا آخرین لحظه وجود داره و یه رویای پوچ نیست اکبر. بزرگترین آرزوی من اینه که در این راه شانه به شانه تو بجنگم و پیروز بشم. اما نمیشه با سرنوشت جنگید. چشمهای عزیزت رو که در راه وطن از دست دادی با حسرت میبوسم. دوستت ابراهیم عادل. پنج روزه داریم راه میریم، دیگه یه قدم هم نمیتونم بردارم. یکم دیگه تحمل کن، انشالله قبل شب میرسی. پا تو که تو این راه میذاری باید برای هر چیزی آماده باشی. اجازه هست؟ بفرما قهرمان. بخوابی رو زمین. کجای جنگ بالکان بودی برادر؟ من تو ماکادوسیا بودم. من تو بولگار بودم، وسط جهنم افتاده بودم. گفتی داری دختردار میشی؟ اره؟ اگه خدا بخواد. اگه خدا بخواد. به سلامتی. من 3 دختر دارم. دختر خیلی شیرینه. خدا نگهش. ممنونم. دنیا آمدن سومی رو ندیدم. وقتی از بالکن برگشتم دیدم زبون باز کرده و داره راه میره. فکر کنم دفعه بعد که برم عروسیش بشه. هرچند ما به این راحتی هم دختر شوهر نمیدیم. گفته باشم بیستید. به جبهه نزدیک شدیم. سربازا با چاوش میرن، پرستارا با من میان. میا جونم و مدیون شما، بازم ازتون ممنونم. خانم پرستار، خدا جونو میده خودشم میگیره، من فقط وسیله شدم. خدا کمکتون کنه. خیلی ممنونم.
همه کارامونو اینجا میکنیم؟ آره. گروهان بیسته. محسن؟ نام کنین فرمانده. مگه من تو رو از بالکن ترخیص نکردم؟ دلت برای جنگیدن تنگ شده؟ داوطلب شدم فرمانده. باشه، دمت گرم. ممنونم فرمانده. خوش اومدی چاوش. به این پهلوونا جای استراحت رو نشون بده. چش فرمانده، دنبال من بیاین. توی بالکان سربازتون بود فرمانده؟ آره، محسن خیلی شجاعه، کارشو بلده. کسی قبلا عمل جراحی کرده؟ به عنوان پرستار دستیار تو چند تا جراحی حضور داشتم. در زمینه مورفین و بیهوشی هم خیلی با تجربه هم. خوبه، شما لطفا با من بیاین. گرسنه‌ت شده؟ آره خیلی داداش. پهلوان، وقتشه دیگه بیدار شی. اول به اونا بده، اونا تازه از راه رسیدن. ممنونم. از کجا اومدین؟ از بولکا، روستای داگند. اسمم محسنه، ایران برادرم حسنه. منم ایوبم. خب بگو اسم تو چیه؟ انور، اسمم انوره، اما بهم میگن پهلوان. از اموت اومدی؟ با ایزه بزرگترها. بله. شما از که اینجا هستین برادر؟ از زمان تولد. نمیفهمم. کم کم معنی حرفاشو میفهمی. وقتی شنیدم دشمن حمله کرده، روستا رو ول کردم و اومدم. اگه به اینجا برسن زمین کشاورزیمون از دست میره. اون برای نگهداری زمین کشاورزیش اومده جنگ. گاواش هم خیلی براش مهمه. برو برو، زود باش، بشون بین سریع، آماده حمله، بشون بین.
آتش! فرمانده هستم، صدای منو میشنوی؟ توپچی ثروت هستم، بفرمایید فرمانده. با توپ بهشون شلیک کنید. زود وارد عمل بشین، نباید وقت رو تلف کنید. گلوله هامون کمن، باید با احتیاط استفاده کنیم. وقتی میدونم بهشون نمیخوره نمیتونم دستور بدم. باشه، تمام. زود بشین، باید حمله کنیم. بجنبین، عجله کنین. هر لحظه ممکنه دیر بشه، ممکنه دشمن بیاد جلوتر. زود باشه. حمله! همه خبر بده، عقب نشینی میکنیم. بدو عقب نشینی میکنیم، عقب نشینی میکنیم. آماده؟ آتش!
بریم جلو. اونا هر شب حمله میکنن؟ هر شب که نه، اما همیشه آماده باشیم چون غیر قابل پیشبینیه. داداش بذار توی جیبش. باشه. یه چیزی بگم؟ بگو داداش. یادتون باشه من شهید شدم، منو پیش همین شهدا دفنم کنین. وصیت میکنم، میخوام حتما بین مسلمونا دفنم کنین. این خیلی برام مهمه. به هم قول بدین که حتما این کارو میکنین. قول میدین؟ باشه داداش، خیالت راحت. بریم. دمتون گرم. چه شاد ندیدنش. باید احمق باشی که پاتو روش گذاشتی. قیچی زبان آلمانیتون خیلی خوبه. زبان دیگه هم بلدی؟ بله، زبان فرانسوی و انگلیسی هم بلدم. تحصیل کرده و باهوش هستین. شما رو تو جبهه دیدن منو متعجب کرده. الان باید تو خونه باشین. وجود این تعداد نیروی نظامی آلمانی در جبهه عثمانی هم منو خیلی متعجب کرده. بهتر نبود شما هم در برلین میموندین؟ شاید اینجوری اصلا با هم نمی جنگیدیم. باید سنگر را سریع تر ساخته بشه. اطاعت می شه فرمانده. خسته نباشید سرباز. ممنونم قربان. گرسنه و تشنه با درد تنها خواهید بود. خوب شده، بده ازش چند تا چاپ کنن. اطاعت میشه فرمانده. خسته نباشی. ممنونم قربان. به داشتن همچین سربازایی واقعا باید افتخار کرد. بله، کاملا حق با شماست فرمانده. 15 نفر داوطلب اومده بودن اما الان فقط همین 2 نفر موندن. تا شب هر جایی که خسارت دیده رو تعمیر کنین. خیلی سریع. عیسی چشماتو باز کن. عیسی جواب بده. عیسی صدامو میشنوی؟ یه چیزی بگو. برن کاردو بیارین. زود باشین دیگه. عیسی چشماتو باز کن. خدایا خودت جونو میدی، خودت هم میگیری. تکون نخور.
عیسی خیلی به وطن خدمت کرد، جاش تو بهشته. مثل برادرم دوستش داشتم، تو بغلم جون داد. اون تو بغل تو نه، تو بغل وطن جون داد، شهید شد. با خون اونو هزاران شهید دیگه نمیذاریم این خاک هیچ وقت به دست دشمن بیفته، حتی به قیمت جونمون. این دستور قطعی منه. فرمانده. خیره محسن. تک تیرانداز به همون خیلی نزدیک شده بود، اونا رو زدم. راستشو بخواین اینا رو با خودم آوردم. شیر مرد من، برو یکم استراحت کن. چشم اتاعت میشه خوربم. هم کرده بودیم بیام فرموده. بیا محسن بیا. این اسلحه خیلی خوبیه، ساخت روسه، خیلی هم دقیقه. از الان به بعد مال توه. ممنونم فرمانده. بعد از این در جنگ اولین وظیفت شکاره. باید دشمنو با این تفنگ شکار کنی تا نتونه در بره. حواست باشه که بیفایده شلیک نکنی. به اذن خدا به دشمن امون نمیدیم. منو خواسته بودین قربان. بیا پسر. ببینین محسنه، توی بالکان با هم جنگیدیم، بعد این جونتون به هم امانته. چشم فرمانده. اونقدر بی صدا و آروم باشین که دشمن نتونه تشخیص بده مرگ از کدوم طرفه. اطاعت میشه فرمانده. ببینم چه میکنین شیر مردان. فرمانده، من یه عرضی دارم قربان. بگو محسن. برادرم حسن تو جنگیدن زیاد ماهر نیست، مگه اجازه بدین پشت جبهه انجام وظیفه کنه؟ خدایا جونو خودت میدی خودتم میگیری، ببخش. اینا را از اینجا ببری. از صفحه روبرو داره شلیک میکنه، بکشینش. عجله کنید، زود باشید.
رفته بودم خط مقدم اما گذاشتنم اینجا. مگه حمله گروله میشه جنگ آخه؟ تو جنگ وظیفه کوچیک و بزرگ نداره. آدم آدمو نمیکشه، گلوله آدمو میکشه. داداش حسن، گلوله از هر چیزی مهمتره. احمد اغلو حسن کدومتونه؟ منم داداش. نامه داری؟ ممنونم. میگم تو سواد داری؟ نه منم ندارم. چی کار کنم؟ داداش تو سواد داری؟ نه داداش. ممنونم. بده من بخونم. زحمت میشه خانم پرستار. زحمتی نیست، بده. ممنون. پسردار شدی؟ سه روز پیش هنوزم براش اسمی نذاشتن، منتظرن تو و برادرت برگردین. ممنون خانم پرستار، ممنونم. پسردار شدم. خدا سایه پدر و مادرش حفظ کنه. وای پسردار شدم. پسردار شدم. من بچه دارم. وای قربونش بشم، حتما خیلی بانمکه. پسرم، ترکات ها یه قدمیمون میان و توی 5 ثانیه 5 نفرمون رو میکشن، مخصوصا یکیشون که آلبایی بوده، آلبایی رو توی یک ارتش. حالا شما چی کار میکنین؟ به هم بگو دقیقا اینجا چی کار میکنین؟ هیچی. میری و توی اینجا هر چقدر تکدیر اندازه پیدا میکنی و همشونو برای من میاری همین الان. سلام علیکم پهلوان انور. سلام علیکم حسن آقا. خیره؟ چرا اینقدر دست پاچه ای؟ دنبال داداشم میگردم، چه روزه که نیست. شما ازش خبر نداری؟ رفته ماموریت. وقتی میره ماموریت دیر میاد دیگه. حسن، چیز میزی لازم داشتی بهم بگی؟ من پسردار شدم پهلوان. بیا باید زیر سایه پدر و مادرش بزرگش کنه. چشمت روشن داداش. ممنون داداش. برو قربونت. میبینم ات. باشه. دشمنایی که کشتی و میشماری؟ گناهامو میشمارم. کشتن آدم ها برای وطن که گناه نیست. برای دشمن آره، اما اونایی که داغدارشون کردم گناهه. بهشون فکر نکن. فکر کن اگه تو بمیری خانوادت چی میشه. اونا همیشه تو ذهنم هستن، هیچ وقت از ذهنم نمیرن. مادرم، پسرم، زن برادرم، به خصوص حسن برادرم. هر لحظه نگرانم که نکنه بهش تیر بخوره. برادرت توی جبهه هست؟ آره، همینجاست. برادر منم اینجاست. تو خونه من برادر بزرگشم، اینجا اون فرماندمه. بیلای، اونی که اون روبرو نشسته همون سربازی نیست که سر چشم منو نجات داد؟ بله خانم پرستار. اونو میشناسی؟ کیه؟ محسن سرگروبانه، تک تیر اندازه. بدن دشمن از شنیدن اسمش به لرز میفته. نشده ماشه رو بکشه و خطا بزنه. میگن اگه جایی برای مخفی شدن پیدا نکنه توی سایه خودش مخفی میشه.
بهمون حمله شده. مراقب باشین. توپ و تفنگ از همه جا برامون میاد. خوبه میتونیم از خودمون دفاع کنیم. ولی اون تکتیرانداز منو میترسونه. میدونی چی میگن؟ اون از بالای تپه میتونه همه رو بکشه. تو الان 12 نفر رو کشته. حتی توی تو والات هم در امنیت نیستیم. خوش اومدین قربان. از این طرف. اینجا جاییه که ما بهش میگیم بهشت کوچیک. تو زمانی که داریم میشه یه لندن کوچیک اینجا بسازیم. هرچی شما بفرمایید. سرگروبان سوارت منتظرتونه. برای اومدن به جبهه زیادی به خودش نرسیده؟ مطمئنم بیشتر از 3 روز اینجا رو تحمل نمی کنه. خیلی به امکانات و شرایطش اهمیت میده. اینطوری شنیدم. قربان، تکتیراندازی که منتظرش بودیم اومد. سرجوخه ویلیام اگل قربان، بهتر آتیش دشمنو به سمتمون نیارین و جلب توجه نکنین. آفرین. خیالتون راحت باشه قربان. چطوری؟ نامحسوس میکشمشون. اونجا دو تا سربازه. عادل، شرف رو دیدی؟ نه ندیدم، مگه با هم نبودین؟ قبل رفتنش به نوزی از هم جدا شدیم. خیلی وقته برگشته محسن. اون ور داره غذا میخوره، برو تا نرفته. ممنون، نوش جونت. خسته نباشین. وای داداش محسن، چند وقتی نبودی؟ بیا با هم بخوریم. ممنونم، نه دنبال شرف میکردم. دیدینش؟ دیشب یکم با هم حرف زدیم. گفت برای یه مأموریت میرم. ممنون. خواهش میکنم. اونی که رفت محسن بود؟ خودش بود. یه جوری بود. خدا به خیر کنه. شرف داداش، شرف داداش،
زخمت عمیقه، تو باید استراحت کنی. اجازه بدین تمومش کنم، وقتی براش نمونده. تا قبل اومدنش به اینجا همش داشت اینو میخوند. بقیهش وظیفه ای منه. ای، هنوز اونجاست. هم رزمات فراموشت کردن، اینجا میپوسی. گفتم سرتو بداز، لعنتی. زخمی داریم، کمک! بران کاردو بیارین، زود باشی. خانم پرستار، وضعیتش وخیمه، باید ببریمش، زود باشین، کمک کنیم ببریمش. پشه‌های لعنتی، حتما سربازا بهشون یاد دادن. سربازا به پشه‌های ترکی یاد دادن که ما رو نیش بزنن. مثلا قرار بود سه روزه پیروز بشیم، فعلا سربازامون دارن یه سره به دستشون کشته میشن. هی زخمی‌ها رو ول کنی، برای این پشه‌ها فکری بکنی. هی بی خیال، اگه دارو داشتن حتما بهمون میدادن. تو دیدی تا حالا فرمانده‌های انگلیسی خودشونو بخارونن؟ قطعا دارو هست، ولی به ما نمیدن. هنوز مورفین نیومده؟ نه متاسفانه هنوز نرسیده، داروها تا صبح هم نمیرسن. پس چاره ای نیست، تا صبح صبر میکنیم. ولی تا صبح از خونریزی میمیره. چاره ای نداریم، بدون مورفین عمل میکنیم. خدا کمکمون کنه. نگران نباش، خوب میشی. مورفین دوم آماده کن. اون کی خوب میشه؟ حالش تو این مدت اصلا خوب نبود، باید برگرده خونش. من تصمیم میگیرم باید چی کار کنه. تو فقط بهم بگو کی خوب میشه، تصمیمو من میگیرم. خب حتی اگه برگرده کاری نمیتونه بکنه. کسی که گفتی نمیتونه کاری بکنه یه تنه یه ارتش و حریفه. یا تو این هفته این آدم مداوا میشه و به جبهه بر میگرده، یا اسلحهشو میدم به تو و تو رو میفرستم اونو بکشیش. کدومو ترجیح میدی؟
داداش. عزیز دلم. بلند شو. خواهش میکنم. مگه قرار نبود منو اینجا تنها نذاری؟ بلند شو. خواهش میکنم. قهر لطفاً بهم بگو که بلند میشه. با زخمش خیلی راه رفته. گلوله دشمن آسیب خیلی بدی بهش زده. مجبور شدیم عملش کنیم. قهر بگو بلند میشه. بهم بگو. اونی که تا اینجا رو تحمل کرده بعد اینم میتونه. نگران نباش. بهم بگو که بلند میشه. تو رو خدا بهم بگو. نگران نباش خواهر. اون برادرمه. بگو. شما ازم میخواییم برم یه تک تیر اندازو بکشم، درسته قربان؟ بله دقیقاً. اما کلی سرباز اینجا هستن که میتونن این کارو انجام بدن. چرا من؟ چون که هیچ صدفانیو نمیشناسم که مادرش آلمانی باشه. اگه اشتباه نکنم تو متولد برلین هستی. این واقعیت داره؟ بگو سرباز. البته قربان. اما چه فرقی میکنه؟ اعتمادم به تو. تو نسبت به بقیه برا متفاوتی. تکتیر اندازی که در موردش باهات حرف زدم تو چادر مجروحانه. تا زمانی که مطمئن نشدی خوب شده نظر به جبهه برگرده. تو مسئولی، باید جاشو پر کنی و به نوعی داری کمک میکنی. او تا یادم نرفته باید یه چیزی بگم. به مسئول قبلی خودم شلیک کردم. مراقب خودت باش، وگرنه دیگه نمیتونی برای مادرت نامه بنویسی. حواستو جمع کن. داداش حالت خوبه؟ مگه برای عیادت مریض با جوراب بچه میان شیر مرد؟ خبریه؟ داداش خدا رو شکر که به هوش اومدی. تو این وضعیت نمیخواستم این خبر رو بهت بدم، ولی خب تو زنده ای، همین برام کافیه. بگو ببینم، دختر یا پسر؟ پسر داداش. مثل یه شیر. تو هم فرماندهش و هم عموش هستی داداش. عموش قربونش بره. خدا پدر و مادرشو براش نگه داره. انشالله با پدر مادر عموشم نگه داره. شیر مرد من. حسنم تو حالا پدر شدی. خدا سایه تو رو برامون نگه داره داداش. منو ببین، اگه برای من اتفاقی بیفته مرد خونه توی، ناامیدم نکنی. اینجوری نگو داداش. تو رئیس خونه و ستون خونوادمونی. شیر مرد، تو جنگیم. فقط خدا میدونه چی میشه. وضعیت منو که میبینی. یه وقت حرفامو فراموش نکنی. فهمیدی؟ فهمیدم داداش. مشخصه پاهاش بزرگه. معلومه مردیه واسه خودش. به عموش رفته. صبح بخیر سرباز. صبح بخیر. از حالا به بعد قراره با هم کار کنیم. پس اون آلمانیه تویی؟ آره. نه منم، به اندازه تو استرالیاییم. در زم رتبه ما مستو بیشتره، پس مراقب حرف زدنت باش. بیا بخورش، کمک میکنه زودتر خوب شی. چجوری بازش کنم؟
همه چی عادت کردیم، اما به این حشره ها نه. اینم چاره داره، با یکم خاک برداری حل میشه. اینطوری روی خاک میشینن به جای دستت. کاش به همین سادگیه که میگیم باشه. دیگه باید بهش عادت کنیم. تو به من گوش کن، میبینی که فایده داره. باید غذا تو بخوری تا بتونی سر پا بشی، پس خوب بخور. پس باید با نونم مگس هم سیر کنم دیگه. اگه اجازه بدی من غذا تو میدم. اینطوری برای تو سخته. زحمت تو میشه خانم پرستار. چه زحمتی؟ وظیفمه. من برای معالجه اینجام. حسن برادرت چطوره؟ حالش خوبه خدا رو شکر. روز به روز داره بهتر میشه. مواظب باشی، مواظب باشی. بخوابین زمین، سرتون رو بلند نکنی. بخوابین روی زمین. حسن، مراقب باش. حسن، اصلا تکون نخورین. از پشت گاری تکون نخورین. چش فرمانده. وضعیتش چطوره؟ وخیمه؟ خون ریزش زیاده فرمانده، باید ببرمش درمونگاه. اونجا زخمی هست؟ خیلی سری بود قربان، چیزی ندیدیم. سرتو بیار پایین، بیار پایین. من توجهشون رو جلب میکنم. وقتی هدفو نشونه گرفتی بزن. فرمانده. کاری که بهت میگم و بکن. تو میتونی حسن، باید بتونی. حواستو جمع کن، نفستو حبس کن. هر چقدر نفستو عمیق‌تر بکشی همونقدر بهتر شلیک میکنی. آفرین سرباز، آفرین. ولی قربان من شلیک نکردم. اگه تو شلیک نکردی پس کی شلیک کرد؟ تحمل کن، تو باید تحمل کنی. طاقت بیار، خواهش میکنم چشاتو باز کن. داداشم برادر، داداشم چشاتو باز کن، خواهش میکنم چشاتو باز کن. قه به فلک سلام ettim neyledim. قه به فلک سلام ettim neyledim. Attım gurbet ele pareleri. Kestim mümkünümü çarelerimi. Akıbeti ben sılamdan ettim. Kestim mümkünümü çarelerimi. Seher yeli nazlı yardan bir haber.
این نامه از طرف مصطفی کمال اومده، شخصا تحویل داده شده. ممنونم. این نامه مخصوص فرمانده صالحه. بر اساس اطلاعاتی که دریافت کردیم فهمیدیم که دشمن در فکر یک حمله بزرگه. برای اینکه هم مانع تعرض دشمن باشیم هم در حمله موفق باشیم، باید انبار مهمات دشمن رو هرچه زودتر نابود کنیم. در غیر این صورت دشمن راحت میتونه پیشروی کنه و ما هم به اندازه کافی مهمات برای مقابله با دشمن رو نداریم. دستور میدم هر طور که شده انبار مهمات دشمن رو نابود کنین. یک گروه سرباز برای این امر انتخاب کنین که جسور باشن و حاضر باشن در راه وطن از جونشون بگذرن. امیدوارم که هرچه زودتر این دستور رو عملی کنین، چون وقت زیادی برای انجام این عملیات نداریم. مطمئنم که شما از پس مسئولیت به این سختی برمیایین. تو این مسیر سخت خداوند یار و یاور شما باشه. به شما ایمان داریم و منتظر خبرهای خوب شما هستیم. مصطفی کمال. این همه تفنگو میخوان چی کار؟ فکر کنم سربازامون دارن برای یه حمله آماده میشه. دیگه وقتش رسیده. حسن کدومتونه؟ منم داداش، اتفاقی افتاده؟ نه نگران نشو، فرمانده ابراهیم کارت داره، میخواد حرف مهمی بهت بزنه، گفته بری پیشش. ممنون داداش. خسته نباشی داداش. ممنون. خب داداش حسن، وقت خداحافظی رسیده. مگه کاری کردم؟ چرا؟ نه اما معلومه فرمانده میخواد بهت ماموریت بده. تو تیرانداز خوبی هستی، اگه صندوق حمل کنی خیانت به وطنه. خدا یار و یاورت باشه داداش. یار هممون باشه. میبینم که داری از دستت استفاده میکنی. دیگه تحملم تموم شده. آخه تا کی باید اینجوری بمونه؟ صبر کن، به زودی خوب میشی. داری چی درست میکنی؟ خواستم یه یادگاری از من برات بمونه. برای من؟ ببینم. هنوز تموم نشده، تموم شد نشون میدم. باشه. قبلنا برای علی هم اینجوری اسباب بازی درست میکردم، اما دیگه بزرگ شده باشون بازی نمیکنه. حسن یه پسر دیگه هم داره؟ نه، علی پسر منه، حسن بچه اولشه. هنوز براش اسم نذاشتیم، اونا منتظرن تا ما برگردیم. این مال تو بود، وقتی زخمی شدی از توی لباست برداشتم. خدا ازت راضی باشه پرستار، همه جا دنبالش میگشتم. ممنونم. من کار دارم. جلوی چادر چند نفر هستن، اگه کاری داشتی صداشون بزن. خانم پرستار، زنم اسما قبل مرگش خواسته بود همه چیزشو بین فقرا تقسیم کنه. فقط همینو برای خودم نگه داشتم، برام خیلی با ارزشه. ممنونم. سلامت باشی محسن. همونطور که تو نقشه میبینین یه تپه اینجاست، از اونجا میشه انبار مهمات رو دید. دقیقاً در این نقطه احتمالاً تفنگا رو اینجا جاسازی کردن. دقیقاً اینجا امر کرده بودین که من بیام.
بله درسته، بیا. فرمانده، تکتیر اندازی که در موردش باهاتون حرف زدم همینه. بیا نزدیکتر. تو هم مثل برادر تکتیر اندازه ماهری هستی؟ استغفر الله فرمانده، اندازه اون که نه، اما به اندازه خودم میتونم. باشه، باهات موافقم. ما هم قبلا مثل اونو ندیدیم. امید به همچین چیزی یه روی است. یکی رو انتخاب کن. سمت راستی. نظرت چیه؟ فکر میکنم به اندازه کافی دیگه خوب شدم. آماده یه جنگیدنم. اینجوری درد داری؟ اون گلوله کاری کرده که دیگه مثل قبل نباشم. حل میشه داداش، نگران نباش. انشالله، انشالله. شیرمرد، تو چیزیت شده؟ یکم عجیب شدی؟ قسم بخور که عصبانی نمیشی. بار آخری که این حرفو گفتی زانود آسیب دیده بود، یادت میاد؟ چند روز پیش به یه تکتیر انداز شلیک کردم. جدی؟ فرمانده منو توی لیست گذاشته، امشب برای شناسایی میریم. خوبه. عصبی نشدی؟ چرا؟ این چیزی که گفتی منو توی کفنم هم گرم میکنه. اگه فرمانده انتخابت کرده حتما لیاقتشو داشتی. لطف داری، ممنونم. نزدیک بود فراموش کنم. ببین چی دارم. از روستا اومده؟ آره، اما این بار خطش فرق میکنه. نگاه کن، علی برات نامه نوشته. گفت شما بیاین خوندن و نوشتن رو یاد میگیرم. به حرفش عمل کرد. آره پسر منه. برو به ده پرستار بخونه، بعدم بیا به من بگو. باشه باشه، برو برو پاشو. شیر مرد من، اطلاعات جدیدی داریم؟ وضعیت خوبه قربان، درست همون جوریه که ما میخواییم و دقیقا مناسب شرایطمونه. عالیه. دمدمای صبح بهشون حمله میکنیم. قربان، همونطور که حد زده بودیم روی تپه انبار مهمات وجود داره. اگه لازم باشه اون انبارو به دست میاریم. خدا پشت پناهتون باشه. سلامت باشین. فرمانده، سرگروهبان محسن تقریبا خوب شده. با دکتر حرف زدم. وضعیت دستش هنوز وخیمه. دیگه نمیتونه مثل سابق ازش استفاده کنه. اونو برمیگردونیم خونش. ببین، برو و به وظیفت عمل کن. اگه یه سرباز زخمی در ماموریت باشه، خدایی نکرده جون همتون به خطر میفته. برادرش وظیفهشو به نحو احسن انجام میده. نگران نباش، راحت برو. خدا به همراهتون. ممنون فرمانده. برو به بقیه خبر بده. داریم میریم. تعدادمون کمه فرمانده. محسن اونور زخمی شده. گلوله دست راستشو داغون کرده. نمیتونه اسلحه به دست بگیره. آره درسته. این وطن قرار نیست با زخمی و شهید شدن فرزنداش تموم بشه پسر. همه جا هستن کسایی که حاضرن فدای وطن بشن. خسته نباشی خواهر. ممنون حسن. اگه داداشتو میخوای تو چادر زخمی هست. میدونم، خودم دیدمش. از همسرم نامه اومده، اگه مساعد نیستی بعدم میام. نه نه، بده ببینم چی نوشته. ازت ممنونم.
خیر باشه خواهر، چیزی شده؟ حسن، همه جا دنبال تو میگشتیم، راه بیافت میریم. اجازه بده این نامه رو برام بخونه، بعد با هم میریم. داداش فرمانده منتظرمونه، باید هرچه سریتر بریم. زود باش، بعدن گوش میدی. خبر بدی که نیست؟ نه، دیدم صورت تو هم رفت، نگران شدم، ببخشید. نگران نباش، نوزاد یکم حالش بد بوده، حالا خوب شده. تو برو، وقتی برگشتی برات میخونم. پس دست شما بمونه، به هر حال برمیگردم، بعدم برام میخونیش. من دیگه میرم، به خدا میسپارمت. داری لباس میپوشی؟ وظیفه منتظرمه، تا الانم دیر کردم. محسن، یکم پیش یه خبر رسیده، تو باید برگردی خونه. حتما اشتباه میکنی، مگه من چی کار کردم؟ چرا باید برگردم؟ دستت، دستت دیگه مثل قبل نمیشه. من با یه گلوله از پا نمیافتم، نگران نباش. به خصوص که حسنم انتخاب شده، من اصلا بر نمیگردم، حداقل ازش مراقبت میکنم. برو به طبیب بگو به خونه بر نمیگردم، بیاد ببینه چه کارهایی از من بر میاد. یه نفر دیگه هست که باید ازش مراقبت کنی، به اون فکر کن. حسن یکم پیش برام یه نامه آورد، پسرت نوشته که زن برادرت فوت شده. چون حسن داشت برای ماموریت میرفت، نتونستم بهش بگم. گفتی کجا رفته؟ با فرمانده و گروه یکم پیش رفتن سمت دشمن. محسن، زنده موندن تو این شرایط یه معجزه است، اینو خودت هم میدونی. اگه بلایی سر حسن بیاد، تنها کسی که میتونه از خانوادت مراقبت کنه تویی. اگه پسرم بفهمه عموشو توی جبهه تنها گذاشتم، بهم چی میگه؟ برادرزادم وقتی بزرگ بشه اون چی میگه؟ چطور میتونم برادرمو اینجا بذارم و برم؟ یا اونو صحیح و سالم به خونه برمیگردونم، یا منم همراه اون زیر خاک میرم. وجیه مانع من نشو، راه دیگه ای ندارم. من بر نمیگردم، نمیتونم برگردم. حق و حلال کن. نرو، نرو، با این وضعیتت نرو، خواهش میکنم، نرو. اگه برای کسایی که دوستشون داری مرگو قبول نکنی، انسان نیستی. مگه همه ما برای عشق به وطن، برای این که اگه لازم بود بمیریم نیومدیم؟ اینجا جایی نیست که بخوای به فکر فردا باشی. مگه امروز نرم فردا؟ اصلا نمیشه وجیه. به خدا سپردمت. امانتت زیر بالشته. اگه خدا بخواد و زنده برگردم، خودم به گردنت میندازم. اگه برنگشتمم، برات یادگار بمونه. یادگاری برای اونایی که فراموش میشن. من تو رو فراموش نمی کنم. Thank you.
داداش تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم منم بیام به دیدار دشمنامون که یه وقت اینجا تنها نمونی. خوش اومدی. خوش باشی. حسن جانم، فقط زنده بمون. باشه شیرمرد. داداشم اینجاست، نمیمیرم، ازم محافظت میکنه. زود باش شیر مردم، زود باش. زود بهشون حمله کنین، همشونو بکشین، زود باشین همشونو. پس این تک تیر انداز کجاست؟ بجنبین، بجنبین. به سمت انبار مهمات. فرصتی نمونده، افرادمون کمن. ایوب بیا اینجا. ایوب به زودی به خدمت همتون میرسیم عوضی ها. فرمانده تیر خورد. من میرم مراقب من باش. بس شیر مرد، داری چی کار میکنی داداش؟ تو بدون اینکه صدای پای پسر تو بشنوی نباید بمیری. حسن برادرزادم
نباید طعم یتیمی رو بکشه. فهمیدی؟ فهمیدی چی میگم حسن؟ داداش، داداش بی داداش، من سرگروبانمو بهت دستور میدم تا میرم جای مهمات حواست به هم باشه. وقتی بهت اشاره کردم بدون این که به پشتت نگاه کنی بودم. نمیشه داداش، نمیشه. شیر مردمم، پسرت نتونست مادرش رو ببینه. ازت خواهش میکنم فقط پسر باباش رو ببینه. به تسلیت میگم شیر مرد من. زود باشین، زود باشین، عجله کنین، زود باشین. به خدا میسپارمت شیر مرد. داداش وایسا، داداش، 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 داداش. داداش مراقب خودت باش. بچون مرد، بچون برو دیگه. داداش، داداش، شیر مرد من، برای جگرم. زنده تو برای دشمن نذاشتم، مردت هم نمیذارم. چیزی نمونده، منتظر باش. کسی شلیک نکنه. به این کاری نداشته باشین. اون مال منه. این آخر راه فرمانده. اون طرف میبینم اتون. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتیمنت.